درود، مهدی هستم با یک ویدیو دیگه در مورد پیپ این سری در خدمتتون هستم. تو این ویدیو میخوام یک پیپی رو معرفی کنم که تقریبا یک دو سالی هست من این پیپ رو دارم، خریدم. میخوام این پیپ رو ریویو کنم، داخلش اسموک کنم، ولی قبلش ابعادش اینا رو میگم و بعد شروع میکنم اسموک کردن. اگر علاقه دارید به این ریویو این پیپ قشنگ و زیبا، ادامه ویدیو رو با هم ببینید. خب این پیپی که امروز آوردم و میخوام هم ابعادش رو با هم نشونتون بدم، ابعادش چقدره، کاسه، قطر کاسه، نمیدونم طول پیپ، عمق کاسه، مشخصات فنیش رو با هم مرور میکنیم، برندش رو با هم مرور میکنیم و بعد یه اسموک توش میکنیم ببینیم چجوری هستش و نتیجهش رو بهتون بگم که چه اسموکی میده، چرا مثلا من این پیپ کینگ سایز رو انتخاب کردم. اول یه توضیح بدم. نکن پیپ هایی که به این بزرگی هستن، یعنی کاسه بزرگی دارن و طول استم و شنکشون هم بزرگ میشه، به اینا من میگم پیپ های کینگ سایز، سایز بزرگ، و اسموک خیلی خوب میدن این پیپ ها. البته من نمیگم، تو اصطلاح پایپ اسموکری ها هستش و پیپ های کینگ سایز اسموک های خوب میدن و البته خب چون بلاکش خیلی بزرگتره گرونتر هم هستن. من این پیپو دو سال پیش از سایت آلپاشا گرفتم حدود $300. برندش تام اسپانو هستش و F3، یعنی الان شما برید تو سایت آلپاشا برند تام اسپانو داره ولی F3 دیگه نداره، F3 هاش همه سولداد شده، F2 داره. اون F2ش هم خوبه ولی من خب این یه مقدار بزرگتر بود و به نظر من بهتر بود، من اینو گرفتم. حالا میخوام ابعادش رو با هم یه بررسی بکنیم و ببینیم چه جوری هستش یا نه. همینجوری گفتم برندش تام اسپانو هستش، اینجا زده برندش رو و یه مشخصش هم این چیزی هست که این کنارش داره. پیپای دانهیل یه نقطه سفیدی روش داره، روی استم داره، ولی این تام اسپانو این کنارش داره، این کنار عقبش داره. این پیپ مثل اکثر پیپ های برندی که من دارم فیلترلس هستش، ممکنه مثلا فیلترهای کوچیکتر بخوره، فیلترلس هستش. معمولا اکثر پیپ های برندی که من دارم فیلترلس هستن، حالا دلیلش رو نمیدونم چرا، ممکنه به خاطر قوانین اون کشورها بوده، من نمیدونم دقیقا. حالا بخوام یه چیزی بگم اشتباه بشه بهتره بگم نمیدونم دلیلش. خب این من بذار اول طول پیپ من بگم چقدره. طول پیپ حدود 145 میلیمتر، بیشتر 150 میلیمتر طول پیپ، یعنی از نوک لیپ پیپمون از اینجا و تا انتهای کاسه، بله 150 میلیمتر هستش دقیقا. خب پیپ کینگ سایزه، پیپ خوبیه دیگه، وقتی 150 میلیمتر باشه پیپ خوبیه. این معمولا پیپای کینگ سایز اسموکای خوبی میدن و به نظر من، یعنی من تو پیپای کینگ، من پیپ اسمال هم دارم، پیپ کوچیک هم دارم، ولی معمولا اسموکای خوب هم تو پیپای کینگ سایز هم میگیرم. و در مورد عمق آتش کدشم بذار من با کولیس اندازه بگیرم. ۴۵ میلیمتر هستش، خب خیلی خوبه. و دهانم اگر 20 باشه که دیگه عالیه. این دهانه منظورم این سوراخ آتشگاهه، 22. حالا ممکنه من این خط کشه یکی دو میل خط داشته، 22 میلیمتره. خب همه چیزش عالیه، همه چیزش عالیه، بله یه پیپ کینگ سایز و عالی. حالا برای اینکه مشخصات آخه این پیپ، الان مثلا میخواستم برای دو سایت آلپاشا ببینم مشخصات دیگه هست که من به شما بگم و نگفته باشم، ولی این پیپو نداره، ولی F2 شو داره. الان این سر برم سایت آلپاشا، اگر مشخصات دیگه هم داشته باشه در مورد این پیپو من بهتون خدمتون بگم که من مثلا از قلم افتاده باشه.
خب من بذار برم تو سایت آبچه که ببینم مشابه اینو نداره، ولی مشابه اینو داره که تقریبا شبیه همینه، چیزی که از قلم افتاده باشه زده چیزی نیستش، فقط آهان کشور ایتالیا ساختتش، کانتریش ایتالیا است، برندش تام اسپانوه، مدلش دابلینه و فینیشش هم که اسموزه و شیپش هم استریته و متریالش هم برایر روته و استمش هم اکرولیکه و به پیپ هورن هم معروفه. چیزایی که مشخصاتی که در سایت آلپاچه در مورد مشابهش نوشته اینا هستش. خب من الان میخوام پیپو پک کنم، چاین لایت هم بزنم، فرست لایت هم که زدم دوباره برمیگردم. خب من پیپو پک کردم، این سری با روش فرانک متود پک کردم تو پیپای کینگ. وقتی فرانک متود هم پک میکنی فکر میکنم یه اسمو که حداقل 2 ساعته شاید هم بیشتر خواهم داشت. امروز ریویوی توتون نداریم، توتونی که امروز من پک کردم توتون گس لایته که قبلا ریویوشو کردم داخل کانال هستش، میتونید ببینید ریویو این توتونو، یه توتون لاتاکیا بیسه. بریم در مورد پیپ که داشتم صحبت میکردم. مزایای پیپ های کینگ سایز یا پیپ های بزرگ، البته اینا تو سایت آلباچه بریز سایزش رو زده میدیوم، نزده کینگ، یا مثلا وقتی میزنید لارج مثلا بر حسب سایز سرچ میکنید تو سایت آلباچا استمای بلند و مثلا چرچ واردن اینا رو میاره لارج، اینا رو تو کتگوری میدیوم گذاشته، ولی به پیپای کینگ سایز هم معروفه. پیپای کینگ سایز معمولا اسمو که خنک‌تری میدن، چون این مسیری که میخواد دود طی کنه تا به دهن ما برسه، تا به دهان ما برسه یه فاصله داره، این اسمو که خنک‌تری میده، برخلاف مثلا پیپایی که من یه پیپ جاست نشونتون بدم، مثلا این پیپ اسماله، میبینید در مقابل این خیلی کوچیکه. خب این پیپ قطعا باید خیلی آروم اسموک کنیم، حد المقدور باید از فیلتر استفاده کنیم چون سری داغ میشه و دود داغی یعنی به دهان ما میرسه و کاسه ممکنه سری داغ بشه و اسموک کردن توی این پیپ در شرط خیلی خاصی است و باید خیلی واقعا مثلا شاید حرفه‌ای باشید توی این پیپ بتونید اسموک کنید، خیلی سخته مقدار، ولی توی این پیپ اسموکش راحت‌تره، اسموک بهتری میده پیپای بزرگتر، پیپای کینگ سایز، و میتونیم به راحتی داخلش اسموک کنیم و لذت هم ببریم. وقتی پیپ کینگ سایز رو پک میکنیم معمولا یه ساعت تا 2 ساعت شاید بعضی موقع بیشتر و ما اسموک میده و ما میتونیم از اسموکمون لذت ببریم. بله. نوشیدنی که امروز آوردم اسپرسو مارتینی هستش، درست کردم همراه با اسمو که امروزم اسپرسو مارتینی میخورم و پیپ میکشم و تو پیپم ریویو میکنم. دیگه از مزایای پیپ این پیپ اینه که خب بلاکش برایر روت، برایر ریشه، برایر گرید بالایی داره و قطعا خب پیپ خوبیه. معمولا پیپایی که گریدای بالایی دارم، پیپای کینگ سایز، پیپای خوب، $250 به بالا تو سایت آلپاشا پیدا میشه، مثلا با $300 میشه پیپ خیلی خوب خرید. مثل همین و فیلترلس هم هست که اولش بهتون گفتم. دیگه برای پیپ چیز خاصی نیستشون، توتون است که بخوام ریویو کنم و زمان طولانی ببره. معمولا ریویوهای
پیپا ویدیوهاش کوتاهه، چون فقط یک معرفی پیپه و قیمت پیپ و کجا تهیه کردم رو بهتون میگم. اگر برای اولین بار دارید ویدیو منو میبینید، فقط کافیه که رو دکمه سابسکرایب به اون زیر میاد کلیک کنید و اون زنگوله رو بزنید. هر موقع ویدیو در مورد پیپ، توتون، ریویوش منتشر کردم مطلع بشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید با دیگه شیر کنید، لایکش کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگر نظری، پیشنهاد، انتقاد داشتید زیر همین ویدیو کامنت بذار، من جواب میدم و من مشخصات این پیپ و آدرس سایت آلپاشا رو تو قسمت دیسکریپشن می نویسم که اگر دوست داشتید برید بقیه پیپایی که تو این مدل، تو این برنده، تو این شکل و شمایل هستش رو ببینید. و امیدوارم که روزی هر موقع که خواستید بتونید بخرید و لذتش رو ببرید، چون قیمتاش به نظر من قیمتای معقولی بدی نیست و دنیای تفاوت متفاوتی از انواع برندهای پیپ و انواع قیمتهای پیپ داره. امیدوارم که از این ویدیو کوتاه لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، با امید دیدار. See you later.